از اهل سنت دعوت میکنه. ما با اونها هفته وحدت داریم، ما دست دوستی به اونها دراز کردیم، اونها دست دوستی به ما دراز کردن. خود من در ایام تبعید، در چابهار، در مهاباد با علمای اهل سنت رفاقت داشتیم، الان رفاقت اون هنوز برقراره با اونها. حتی وهابیت را هم دو شاخه میکنیم، شاخه تکفیری و شاخه غیر تکفیری. ما با شاخه غیر تکفیریش حاضریم بنشینیم بحث کنیم، با اونها هم دعوایی نداریم، بحث منطقی داریم. بحث ما فقط با شاخه تکفیری و وهابیت که یه اقلیت هم خطرناک برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت و امنیت جهان. جمعیتی نیستن میان به میدان لشکر بکشن، مثل خفاش میرن یه جا خودشون منفجر میکنن و از اونجا راهی جهنم میشن و عده زیادی رو به خاک و خون میکشن و غیر از خودشون همه رو هم کافر میدونن، حتی اهل سنت. در میان اهل سنت صوفیه زیادن، همه صوفیه اهل سنت کافر میدونن و اهل سنتی که با اونا موافق نباشه کافر میدونن، اونهایی که برن زیارت قبور صلحا بزرگان همه رو کافر میدونن. بحث ما با این اقلیت جار و جنجال و امثال اینا راه نندازن. من با صراحت اعلام میکنم فقط با این گروه کوچک بحثه، و الا با علمای اهل سنت حتی وهابیت غیر تکفیری بحثی نداریم. این جار و جنجال های توأم با جهل و کذب و دروغ اینا تأثیری نداره در وضع ما. با صراحت این مطلب رو ما گفتیم و خواهیم گفت. تازه با وهابیت تکفیری هم که صحبت میکنیم ریشه ها رو پیدا میکنیم، چه ریشه هایی باعث شده که اینا برن به این سو، نتیجه ها رو پیدا میکنیم، راه درمان رو پیدا میکنیم.